سلام، وقت بخیر دوستان عزیز. هاشمی هستم از شبکه اسکلوی. امشب تاریخ 5 ماه مارچ 2021 شب گذشته پرمیر مینیستر در مورد تصمیمات تازه‌ای که در بعضی از دپارتمان‌ها گرفته شده صحبت کرد و دولت خبری داده که مثلا میزان ویروس هم نوع انگلیسی و نوع قدیمیش بسیار بالا رفته و در خیلی از دپارتمان ها تغییراتی رو وجود آورده. خب بیمارستان ها میزان تست ها دو برابر شده و در قسمت ریمونیسیون و همچنین بخش عاجل میزان بیمارها خیلی بالا رفته و تلفاتی هم در یک قسمت داشته. سعی میکنم روی سایت به شما نشون بدم تغییرات تازه را. و همچنین پرمیر مینیستر در این صحبت روز گذشتهش 3 دپارتمان دیگر شامل او 20 دپارتمان دیگه هم کرد که قبلا 20 دپارتمان شامل ریسک بالا بود، حالا نوپاکله و همچنین دپارتمان لین هم که ما هستیم شامل این 20 دپارتمان دیگه شد. دپارتمان نوپاکله در کانفیمان هست و 3 دپارتمان دیگه در ریسک بالا شناخته شده که از روز یک شنبه 8 صبح تا یک شنبه 6 بعد از ظهر این کانفیمان ادامه داره. رفت آمدهای ضروری امرای اتستاسیون اوبلیگاتوار است و اتستاسیون باید داشته باشی. موضوع بعدی مغازه های بالاتر از 5000 متر مربع بسته هستند. در دیگر دپارتمان هایی که ریسک کمتر هستند و شامل این 23 دپارتمان نمیشن، مغازه های نان علی منطق بالاتر از 10000 متر مربع بسته هستند. ماسک اوبلیگاتوار است در تمام مکان های عمومی، در خیابان ها و در تجمعات عمومی. و پنجمین مورد رستریکسیون دو اسپاس پوبلیک، شهردارها و همچنین پرفه های او مناطق میتونن تصمیمات اضافه را برای تصمیمات بگیرن و برای رفت آمد ها، برای بعضی از تصمیمات عمومی و انتردیکسیون در مسائل تجمعات عمومی، مذهبی و موارد مختلف دیگه میتونن تصمیم بگیرن. ایویتید کانتکت سوسیو، مثلا گفتن که در ارتباطات خودتان اجتماعی کمتر کنین، مثلا رفت آمد های خانوادگی و همچنین او تصمیماتی که در آخر سال گرفته شد، یعنی که میگه در یک جای مثلا 6 نفر کمتر باشین، این مسائل رو باید رعایت کنن. و دولت خواهش کرده از تمام شهروندانشان که با ما همکاری کنین و در پایین آوردن ریسک و آلودگی که در سطح کشور در حال جریان است. لیمیت دو دپلاسمان گفته، از سفرهای غیر ضروری خودداری کنین و همچنین میتونن در مورد واکسیناسیون در فارمسی هم در جریان هست و همچنین برای افراد 50 تا 74 ساله واکسیناسیون در بعضی از فارمسی ها در جریان است و وضعیت پاریس میگن درست نیست، یعنی میزان تلفاتشون بالا رفته، میزان تست بالاتر رفته، افراد آلوده بیشتر شده. کسایی که در ریسک بسیار بالا هستن و این موارد میتونن از آسترازنکا در پیش میتسند خطانشان استفاده کنن. کسایی که بیماری گرف دارن و ریسک گرف دارن میتونن امرای بازم پیش میتسند خطانشان و همچنین میتسند خوی در سانترهای واکسیناسیون که در سطح دپارتمان ها تعبیه شده، اینا میتونن از واکسن فایزر، واکسن بیونتک و همچنین مدرنا استفاده کنن که این نیاز از خانده او بگرن. روی سایت مبتان میگم واکسن فایزر، بیونتک و مدرنا در سانت واکسیناسیون هایی که در دپارتمان ها گذاشتن همراه با پرسکپسیون انجام میشه. کسانی که پرسون سان پرابلم سانته میتونن دیگه افرادی که مشکل بیماری ندارن میتونن در از نیمه ماه آوریل راندوو بگیرن روی سایت و در مراکز واکسیناسیون واکسن بزنن. خب دولت تصمیم داره تا ماه آوریل، آخر ماه آوریل، تا نیمه ماه آوریل 10 میلیون نفر رو واکسینه کنه، در نیمه ماه می 20 میلیون و تا ماه تا آخر تابستان 30 میلیون نفر رو واکسیناسیون کنن. این سایت COVID-19 است که اطلاعات آپدیت مربوط به کرونا و تصمیمات دولت اعلام میشه. خب تاریخ 4 ماه مارس 2021
پرومیر مینیستر در مورد تصمیمات تازه تو صحبت کرد و همچنین شما از قسمت میتونین اتستاسیون رو تلجرجه کنید و دانلود کنید. خب در مورد آلودگی تازه کرونا تقریبا 25 هزار نفر تست مثبت شده، 293 نفر در قسمت بخش عاجل بستری هستن، در قسمت واکسن هم تقریبا 3,245,000 نفر دوز اول رو دریافت کردن، تقریبا 1,771,000 نفر دوز دوم هم دریافت کردن و حدود 925,000 دوز دیگه هم اینا در استوکای خود دارن. جریمه دست نداشتن اتستاسیون از 135 یورو تا 3750 یورو هست و تصمیمی که در اینجا به چشم میخوره ای که در دپارتمان نوپاکالی کانفیمان تجریان است و چند دپارتمان دیگه هم، 3 دپارتمان دیگه، دپارتمان 10 و 2 و 5، اینا در ریسک بالا قرار دارن. همینطور گفتم شما اگه بخواید در وضعیت دپارتمان خودتون اطلاع دست برین، فقط کافی است اینجا بزنین کد پستال دپارتمان خودتون می‌نویسین و اینجا اطلاعات درباره دپارتمان شما به شما میده. خب از تاریخ 25 فوریه حدود 20 دپارتمان دیگه هم شامل ریسک بالا قرار گرفتن. ببینید اینجا است دپارتمان 06 13 26 28 54 57 و این لیست کاملی است که از دپارتمان هایی که شامل ریسک بالا شدن که امروز اضافه شد، 10 و 2 05 هم اضافه شده بهش. خب در قسمت واکسن وارد سایت سانتی پوبلیک میشیم. ببین برای که شما بخواید راندوو بگیرید برای سانتی پوبلیک فقط کافی است وارد سایت بشین و دپارتمانی که شما مربوط شما میشه از اینجا انتخاب کنید. من دپارتمان لن انتخاب میکنم و دپارتمان من ببین تمام مراکز واکسیناسیون به شما میآید و شما میتونید شماره تلفنش هست و شما میتونید راندوو بگیرید آنلاین. ببینید تمام مراکز مثلا شونی است، ما دپارتمانی که ما هستیم، جایی که ما هستم به اسم LON و میتونم از اینجا راندوو بگیرم، شماره تلفن چم هست و شما میتونید دپارتمان خودتون رو انتخاب کنید. اگر مثلا شما پاریس هستین میتونید از قسمت پاریس 75 میتونید این مراکز واکسیناسیون رو پیدا کنید. در مجموع 116 میلیون نفر آلوده شدن و 2.5 میلیون نفر تا حالا 2,584,000 نفر که فوت داشته. از این تعداد ببینین در قسمت کشورها لیست کشورهایی است که تلفات بسیار بالا داشته و فرانسه تا امروز 87,000 نفر وفات داشته، فوتی داشته و ما یک کشوری بزنم مثلا ایران رو بزنم، ایران تقریبا تا امروز 60,000 فوتی داشته و تعداد کیس 1,665,000 نفر بوده و اگر افغانستان ببینم میگه تقریبا 2,449 نفر فوتی داشته و 55 هزار کیس تازه داشته. خب دوستان این بود یکی دیگه از ویدیوهای ما، امیدوار هستم که تونسته باشم یک روشنی کوتاهی به شما داده باشم در مورد تغییرات این هفته. تا هفته های بعدی خدایا رو نگهدارتان دوستان.